بینندگان عزیز برنامه تازه زندگی، تازه های زندگی، برنامه‌ای که خانم دکتر فوجان سالها دنبال کردند و روزهای جمعه رو من از هفته پیش که صحبت کردم، دو هفته پیش صحبت کردم، قرار شد که هر یه هفته در میون در خدمت شما باشم در این ساعت که ساعت 12 ظهر جمعه است. و البته بازپخش این برنامه رو شما در هم یوتیوب خواهید دید، هم در ساعات دیگر تلویزیون. امیدوارم که این برنامه بتونه دانش شما رو، آگاهی شما رو در سطح کلی بالاتر ببره و به شما کمک بکنه که در رابطه با مسائل مربوط به اعتیاد آگاهی بیشتری داشته باشید و برخوردهای مناسبتری. من روانپزشک هستم. در نتیجه دید من به روانپزشکی و به خصوص اعتیاد از دید روانپزشکی یک مقداری متفاوت هست با کسانی که با معتادین کار میکنند یا روانشناسای بالینی که در رشته کارشون درمان غیر دارویی روان درمانی رو انتخاب میکنند و برای بیماران و خانواده ها امکاناتی فراهم میکنند که بتوانند در رابطه با برخورد مناسب با اعتیادات کمک بشن. البته همینطور که میدونید، علاوه بر این کمکی که روانشناسان میکنن، در جامعه امریکا و جوامع دیگر هم همینطور، اخیراً حتی من در ایران شنیدم که جلسات گروهی شبیه الکالیک انانیموس یا نارکالیک انانیموس در امریکا هست که برای معتادین به الکل و معتادین به مواد مخدر هستش تشکیل میشه و این گروه ها همه در حقیقت خودیاری کسانی هستش که به خودشون کمک میکنن و اعتیادشون ترک کردن و برای جلوگیری از ادامه عود اعتیاد کوشش میکنن. خب این مراحل مختلف درمانی رو وقتی با هم بهش نگاه میکنیم، میبینیم برای اعتیاد صرف نظر از اینکه علتش چه باشه و چگونه به وجود بیاد، مراحل مختلف درمانی هست که باید همیشه در نظر گرفت. این مراحل مختلف درمانی رو شما کم و بیش باش آشنایی دارید. اجازه بدید مجدداً از دید یک روانپزشک که جنبه های بیولوژیک یعنی جسمی، روانی سایکولوژیک و اجتماعی سوسیولوژیک این رو در نظر میگیره که اصطلاحاً سایکو نورو سایکو سوشیال اسپکتروم یا جنبه های مختلف عصبی، روانی و اجتماعی هست بررسی کنیم. بررسی چنین موزل یا مشکلی که همگان به یه شکلی با او برخورد کردن یا مواجه هستند بسیار مهمه. برای اینکه شناخت اعتیاد، همینطور گفتم، صرف نظر از دلایل مختلفش که شاید در هفته های آینده یا برنامه های آینده راجبش بیشتر من صحبت بکنم، باید برخورد مناسب باش انجام میشه تا نتیجه مناسب هم گرفته بشه. مثل هر بیماری دیگری که شما اگر برخورد مناسب بکنید نتیجه بسیار مناسبتر هست. خیلی از بیماری ها در طول زمان رشدشون یا شدتشون انسان هایی که با اونها به طور مناسب و به طور علمی برخورد میکنند مسلماً نتایج بهتری دارن. صرف نظر از بیماری های حاد یا سریع که اتفاق میفته، بعدش هم برای مدت کوتاهی یا انسان رو صدمه میزنه و یا خود به خود خوب میشه، مثل بیماری های عفونی، مثل بیماری سرماخوردگی و همچنین بیماری هایی که معمولاً علتش خیلی مشخصه و با رفع علت برطرف میشه. بیماری های مزمن در مقابل بیماری های حاد یا شدید، مثل بیماری قند یا بیماری فشار خون و بیماری های استخوانی، اینها همه دلایل مختلفی دارن از نظر بیولوژیک و بعد در طول زمان رشد این بیماری ها که چند سال طول میکشه
مراحل مختلف بیماری رو باید در هر زمان شناخت، درمان مناسب انجام داد و برای جلوگیری از شدت بیماری درمان‌های مناسب رو دنبال کرد. خب اگر شما به عنوان یک فردی که دچار اعتیاد شدید به این ناراحتی به عنوان یک بیماری نگاه کنید، وقت در اون صورت راهتون بسیار روشن هست. برای اینکه بیماری درتون رشد بکنه یه دلایلی وجود داشته که اون دلایل رو خود شما نمیدونید، احتمالاً یه زمینه خانوادگی بوده که اعتیاد در خانواده شما بیشتر از معمول هست یا اینکه نسبت به خانواده دیگه خیلی بیشتره، چون جنبه بیولوژیک داره، مثل زمینه ارثی برای فشار خون، زمینه ارثی برای بیماری قند، و با اون کاری نمیتونید بکنید، هیچ برخورد به اصطلاح مؤثری نمیتونید با این مشکل بیولوژیک داشته باشید که زمینه ارثی شما به شما به ارث رسیده. ولی آگاهی شما هر چه زودتر با این مشکل، حتی در دوران جوانی، حتی کودکی، اگر به وسیله خانواده آگاه شده باشید که ما تو خانواده این بیماری هست، باید مواظب باشید که به طرف الکل نرید، به مواد مخدر، تریاک رو مصرف نکنید، چون استعداد بیشتری در خانواده ما هست که افرادی که این مواد رو مصرف میکنن سریعتر معتاد میشن. اینها پیشگیریه که باید خانواده واقعا به فرزندانشون یاد بدن، آگاهی بدن که این راه ها رو نرن، دنبال نکنن، کنجکاوی هاشون موجب به یک بیماری نشه که این بیماری در خانواده شایعه و میتونه ادامه پیدا کنه. خب اگر این مرحله رو گذروندید بدون اینکه این آگاهی رو داشته باشید، گرفتار یه نوع اعتیاد شدید، مثل مصرف تریاک و یا ترکیبات اون و یا الکل که خیلی هم فراوانه در غرب و خیلی خوب به عنوان مواد غذایی مصرف کنه. خب شما با توجه به اینکه برخورد کردید و مصرف کردید و اعتیاد پیدا کردید، حالا باید چه کار کنید؟ مراحل برخورد مناسب با اعتیاد مراحل خیلی مشخصی هستن. شما قبلا باید بپذیرید که معتاد شدید و این معتاد بودن دلیل داشتن یک استعداد مصرف بیش از حد یه ماده‌ای هست که به طور معمول توی مواد غذایی نیست و یا اینکه مصرف معمول نداره، و اگر هم برای شما برای زمان به خصوصی مصرف شده یا به وسیله پزشک دارویی بوده که بهتون داده شده برای زمان کوتاه، بعد از اون دیگه غیر پزشکی، مصرف غیر پزشکی و یا غیر معمول و یا بیمارگونه اون ماده وایکودن هست و یا ماده به اصطلاح ضد درد هست. خب اگر شما قبول بکنید که شما جزء اون دسته افرادی هستید که استعداد خانوادگی داشتید و این ماده به عنوان یه دارو بهتون داده شده یا در اختیارتون بوده یا در منزل بوده مصرف کردید و حالا بهش معتاد شدید، و خصوصیت اعتیاد هم خیلی مشخصه، شخص به طور مکرر یه ماده ای رو طلب میکنه، چرا؟ بهش آرامش بده، شعف میده، نشاط میده، و آرامش و نشاط مطلوبه برای او، چرا؟ بدون اون ماده آرامش و نشاط نداره. خب اگر شما بدون یه ماده آرامش و نشاط نداری، اون ماده نیست که موجب این آرامش و نشاط میشه، به اون ماده معتاد شدید. ماده رو به طور معمول انسان ها برای نشاط و آرامششون به کار نمیبرن، انسان ها راه های مختلف دارن برای برخورد با ناملایمت و مشکلاتشون، و یا اینکه نداشتن نشاط رو دلایلش رو باید دنبالش برن، میتونه هزاران یک دلیل داشته باشه که انسان نشاط نداره. خب شما که مصرف یه ماده رو یاد گرفتی، میبینید در طول زمان این ماده دیگه به اون مقدار اولیه که مصرف میکردید هم اثر نداره و باید مقدارش رو زیاد کنید، چرا؟ در سلول‌های عصبی شما یا در مغز شما نسبت به اون ماده تالرنس پیدا شده، یعنی تحمل بیش از معمول پیدا شده. اگر یک قرص دردتون رو ساکن میکرد، الان یه قرص کافی نیست، یا آرامش بهتون میداد، یه قرص کافی نیست، باید دوتا مصرف کنید. پس از یه مدتی دوتا میشه سه تا.
چرا؟ برای اینکه اون دو تا قرص هم پس از این مدت تالرنس ایجاد میشه، یعنی مقاومت سلول ها در مقابل دارو و واکنششون خیلی کمتر میشه. باید مقدار بیشتری مصرف کنید که همون واکنش اولیه رو پیدا بکنید. خب با این ترتیب این تالرنس رو شما جبران میکنید با اضافه کردن ماده‌ای که یاد گرفته مغزتون مصرف بکنه، و این یاد گرفتن رو شما بدون آگاهی یا بدون دانش کافی، بدون توجه به خطرش بهش دادید و باید مجدداً بدید به مغزتون، به سلولای مغزتون تا اون آرامش رو به دست بیارید. خب این تالرنس که پیدا شد، مقدارم که زیادتر شد و تکرار مصرف اون هم پشت سرش هست، میشه اعتیاد. ببینید با این سه مرحله شما اعتیاد رو میشناسید، یعنی تعریف اعتیاد رو باهاش آشنا شدید. اگر به خودتون بگید من اعتیاد پیدا کردم یا نه، نگاه بکنید ببینید این سه خصوصیت رو داره رفتارتون یا نه. اگر این سه خصوصیت رو داره حتما اعتیاد دارید. انکار کردنش هیچ کمکی به شما نمیکنه. بگید من از دیگری قوی تر هستم، او آدم ضعیفیه و به اعتیادش تن در داده یا اعتیاد مسلط شده بهش و حالا هر وقت من بخوام میتونم ترک کنم، در حالی که این تو نیست. شما نگاه بکنید کسانی که سیگار میکشه، اعتیاد به نیکوتین خیلی متداول در همه جوامع هست و عده ای به این ماده که اعتیاد داره عادت کرد. البته اعتیادهای سبکتر هم داریم مثل اعتیاد به قهوه و یا به سر چای، تئین هست، کافئین هست و برگردیم به اعتیادات، الکل هم در غرب خیلی متداوله و بعدم امروزه متاسفانه ماده دیگری به نام حشیش که از گیاه شاهدانه به دست میاد متداول شده. خب متداول بودن این مواد یا در دسترس بودن این مواد دلیل اعتیادآور نبودنشون نیست. شما میدونید الکل خب الان سال هاست که در مناطق مصرف میشه، در جاهای محدوده و مصرفش کمتره، ولی ما میشناسیم به عنوان یک ماده داروی اعتیادآور، ولی در این حال در رابطه با مصرفش به طور متداول معمولی در غرب به عنوان یک ماده غذایی استفاده میکنن، ولی بیش از حدش به عنوان اعتیادآوره که الان اسمش هم دیگه الکالیزم نذاشتن، گذاشتن الکحال یوز دیزوردر، یعنی اختلالات ناشی از مصرف بیش از حد الکحال. خب با توجه به این که کوشش واقعا علم هم این بوده که خودش رو تطبیق بده با نیازهای انسان‌ها و شرایطی که این مواد مصرف میشه، قوانین و مقررات هم بر مبنای نیازهای اجتماعی تعیین شده که این مواد رو حتی امکان کنترل بشه، کنترل بکنن برای عدم اشاعش در جامعه و آلوده کردن عده زیادتری که صدمات بیشتر اجتماعی میتونه برای افراد داشته باشه. البته جنبه های خانوادگی، جنبه های فردی هم بسیار مهمه که بهش توجه بشه. منظور مصرف اعتیاد فقط یه مصرف عادت عادی معمولی نیست، فقط برای یه انسان ایجاد یک شرایط نامناسب نمی کنه، بلکه هم او رو آزرده می کنه، هم روابط انسانیش رو آزرده می کنه، هم در اجتماع می تونه صدمه زننده باشه. این جنبه های مختلف رو هر کدوم به سهم خودشون واقعا ساعت ها نیاز هست که راجبش صحبت بشه. خب من اگر واقعا تمرکز صحبت هامو بذارم برای اینکه چطور برخورد بکنیم با اعتیادی که به وجود اومده به دلایل مختلف، این برخورد اول از خود فرد شروع میشه. یعنی شما که صبح بلند میشید از خواب، فکرتون این هست که خب امروز من وقتی رفتم سر کار این قرص رو که الان بخورم چه موقعی باز یکی دیگه باید بخورم و بعدم چند ساعت بعد باید دومی شو بخورم یا سومی رو بخورم و این رو از کجا تهیه بکنم. تهیهش رو روز قبل فکرشو کردید، تهیه کردید، حالا اگر دو روز دیگه تمام بشه چی کار بکنم. به این ترتیب ببینید که قسمت اعظمی فکر شما متوجه تأمین اعتیادتونه و این تأمین اعتیاد برای خودش مشغله فکریست. روزی نیست
که من برخورد نکنم با افرادی که دوچار اعتیاد هستن با این بیماری واقعا مشکل و مغزی سرپنجه نرم میکنن و هر روز مشکلاتشون بیشتر میشه به خاطر انکار کردن بیماریشون. ببین قدم اول برای کمک به خودتون و اطرافیان و همچنین کسانی که علاقمند هستن به یک شخصی که اعتیاد پیدا کرده کمک بکنن، آگاهی فرد به اعتیادش. این آگاهی به دست نمیاد مگر شخص به حد کافی آگاهی علمی پیدا کنه، اجتماعی پیدا کنه و از عواقب اعتیاد با خبر بشه و قدم اول رو برداره برای کمک به خودش. قدم های اول بسیار مهمه و قدم های بعدی پشت سرش بسیار ارزشمنده برای رسیدن به هدف زندگی بدون مواد مخدر یا بدون دراگ، یعنی زندگی متعادل و سالم. خب برای رسیدن به این هدف ها قدم اول رو راجبش فکر بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم این قدم رو که در فرد پیدا شده انگیزش تقویت بکنیم. همینطور گفتم من هر روز سرکار دارم با افرادی که شاید مدت پیش به من مراجعه کردن، آرزوی یک نسخه داشتن که نسخه بتونه مشکلشون حل بکنه، از من درخواست کردن که داروی بهشون بدم که این مشکلشون که به سبب یه ماده‌ای هست که به نام حالا تریاک هست یا هروئین هست یا کوکائین هست یا آمفتامین هست یا مواد اعتیادآور دیگر هست، ماریجوانا هست، با اون نسخه ترش بکنم. جواب من برای این افراد که در واقع نهایت انکار و ناآگاهی سر میبرند در اون جلسه این هست که شما یه مقداری اطلاعات رو بیشتر راجع به اعتیاد پیدا بکنید، بعد موقعی به من مراجعه کنید که آمادگی دارید برای ترک. شما الان به دنبال راه فرار میگردید، راه حلی که خود شما به من پیشنهاد میکنید که با یه نسخه میتونه انجام بشه غیر ممکنه. اگر هم به شما گفتن که چنین دارویی وجود داره، غلطه. اطلاعی که به شما دادن اطلاعات علمی نیست، صحیح نیست، چنین دارویی وجود نداره، هنوز اختراع نشده به قول معروف. اگر میبینید که با آگهی هایی که بسیار با رنگ آمیزی خیلی قشنگی هم هست با زرق و برق به شما معروف میشه، یه ماده گیاهی که میتونه اعتیاد رو ترک بکنید، اینها همه فراورده هایی هستن برای فروش، برای استفاده از امکاناتی که شما دارید و واقعا جنبه های علمی نداره و فقط گول زننده است و شما هم راهی ندارید مگر اینکه انتخاب صحیح بکنید. انتخاب صحیح کردن هم فقط با آگاهی و دانش فراهم میشه. اگر یه قرصی هم باشه که بتونه این بیماری رو کنترل بکنه، اون قرص باید در شرایط به خصوص داده بشه، باید زیر نظر پزشک داده بشه که با آگاهی و دانش کافی این دارو رو به شما میده برای هدف بازگیری. هدف بازگیری یعنی از بین بردن مسمومیت سلول‌های مغز شما از اون ماده‌ای که مصرف میکنید و رسوندن شما به مرحله‌ای که آماده بشید برای ادامه فعالیت‌های روزمره‌تون زندگیتون بدون مصرف ماده، یعنی پیگیری، یعنی ریهابیلیتیشن، یعنی جلوگیری از عود بیماری که هر کدوم مراحل خاص خودشو داره. در این حال شما که اعتیاد پیدا کردید هیچ آگاهی ندارید که در زیر این اعتیاد چه مشکلات دیگری داشتید که به وسیله اعتیاد مخفی شده. مخفی شدن اون مشکلات وسیله‌ای بوده برای ادامه اعتیاد شما. شناخت اونها هم باز وظیفه پزشک و راهنمایی شما و پیدا کردن راه حل‌های مناسب برای جلوگیری از اون بیماری‌ها. بارها اتفاق افتاده بیماری به من مراجعه می‌کنه، به من میگه که از وقتی که من بیماری منیک دیپرشنم یا بیماری دو قطبیم با این داروها کنترل شده، هیچ میلی به مصرف الکل ندارم. گاهی هم بهم حشیش می‌دادن مصرف بکنم، دیگه اونها رو دوست ندارم مصرف کنم. چرا؟ حالم خوبه، افسرده نیستم، غمگین نیستم،
حالت بیقراری پرتحرکی ندارم، خوابم خوبه، اشتهام خوبه، فعالیت شغلیم خیلی خوبه، روابط انسانیم بهبود پیدا کرده، با خوردن یک یا دو قرصی که برای بیماری درونی او داده شده، قبل از اعتیادش این بیماری منیک دیپرشن معالجه نشده بوده، تشخیص داده نشده بوده و درمان نشده بوده. پس بنابراین عده‌ای از معتادین اعتیادشون وسیله پوشاندن ناراحتی‌های دیگرشون هست، یعنی یک سرپوش روی ناراحتی ها. کسی که شب نمیخوابه بیقراره، کسی که مضطربه دائما، کسی که افسرده است و از زندگیش لذت نمیبره، درس نمیتونه بخونه و میبینه تمرکز کافی نداره، به یه قرصی که یکی از شاگردای دیگه بهش میده متوجه میشه که یه مقداری توجهش بیشتر شده و اون قرص رو میگیره و دو روز سه روز میخوره، بعدم دنبالش میگرده، دیگه اون دوستش نیست و میره دنبالش از خرید به اصطلاح خیابون و یا کسانی که سودجو هستن و مواد مخدر رو برای استفاده شخصی به کار میبرن، نه برای کمک به کسی که اعتیاد پیدا کرده، و از اونها میگیره. پس از این مدت میبینه که برای اینکه درسش رو بتونه بخونه باید تمرکزش بیشتر باشه، برای تمرکز بیشتر باید آمفتامین مصرف بکنه و معتاد به آمفتامین شده. آمفتامین یه ماده بسیار خطرناکیه، در پزشکی ما ازش استفاده میکنیم برای موارد خاص، مثل مورفین بسیار مؤثر برای درد، ولی نه برای نشاط، نه برای شعف، نه برای لذت بردن، که برای کسی که افسرده است. همینطور آمفتامین برای کسانی که تمرکز کافی ندارن، در دوران تحصیل دچار بیقراری شدید هستن و توی کلاس حواسشون جمع نیست، بچه هایی که واقعا باهوشن ولی نمیتونن از هوششون استفاده کنن، این بچه ها گرفتاری دارن، اختلالات نوروترانسمیترهای مغزیه که مینیمال به اصطلاح دیسفانکشن وجود داره، باید تشخیص داده بشه، باید تشخیص اولیه داده بشه در کلاس های دبستان و حتی دبیرستان و گاهی دانشگاه. اگر تشخیص اولیه به موقع داده نشه، اگر دچار ADHD هستن، Attention Deficit Hyperactivity Disorder، بیماری کاملا شناخته شده هست که اختلالات نور اپینفرین و همچنین سروتونین در منطقه از مغز ایجاد میکنه، این علامت بیقراری، علامت نداشتن تمرکز، علامت لجبازی و همچنین داد و ستد عاطفی با بچه های دیگه به هم بخوره، دعوا بکنن بچه ها با هم، دائما سرکوله هم میزنن ولی حاضر نیستن که یه پسری که یا یه دختری که دچار بیقراری هستش بپذیرن، دائما طردش میکنن و اون هم به خاطر طرد شدن احساس غمگینی و افسردگی میکنه، به منزل میاد گریه میکنه، بچه‌ها منو دوست ندارن، با من بازی نمیکنن، و به این ترتیب پدر مادر به جایی که فکر کنن خب یه مشکلی در این بچه هست که نمیتونه با بچه‌های دیگه کنار بیاد، تمرکزش کمه، نمیتونه درس بخونه، باهوشه ولی درس خوندنش به عقب افتاده، یه فکری براش بکنیم، او رو یا تنبیه میکنن یا اینکه به مدرسه میرن شکایت میکنن که دیگران او رو اذیت میکنن، در حقیقت جانبداری میکنن، حمایت میکنن از فرزندشون بدون که بخوان بدونن که علتش چی هست. در اینجور مواقع باید حتما مشورت بکنیم، همینطور که برای گلو درد به گوش درد به پزشک اطفال میرید، برای بیقراری عدم تمرکز هم باید به پزشک داخلی اطفال روانپزشک مراجعه کنید. اگر به پزشک اطفالتون شما رو معرف کرد به روانپزشک، ترس نداشته باشید، فکر نکنید که بچه من دیوانه نیست، چرا من ببرمش به روانپزشک، یه ناراحتی است که برطرف میشه، بزرگ میشه، به قول معروف یادش میره. شما ببینید با توجه به تمام این جنبه ها، ما پدر و مادرها چه نقش بزرگی داریم در هدایت فرزندانمون و اینکه اونها رو برسونیم به جایی که بتونن خودکفا بشن، مستقل بشن. ازشون اگر انتظار داریم در مقابلشون باید گوش شنوا داشته باشیم، ببینیم اونها چی به ما میگن، از اونها پیام بگیریم، از اونها یاد بگیریم، مشکلاتشون رو بهش توجه بکنیم. فرزندی که دچار اختلالات فکری هست، اختلالات عصبی هست، هیجانات بیش از حد داره، اینها رو باید بهشون کمک بشه تا اینکه بتونن بازده بهتری داشته باشن. یادم هست من دانشجو روانپزشکی بودم، یعنی در تخصص روانپزشکی سالهای آخر تخصصم بود، یه مدرسه محلی، من در میشیگان تحصیل کردم، مدرسه معلی درخواست کمک کرد برای اینکه یه عده از بچه‌هایی که نابینا بودن هر شنوی نداشتن
و مربی اون مدرسه به اضافه روانشناس که در اون مدرسه کار میکردن مستأصل شده بودن. از من روانپزشک خواستن که برم یه ارزیابی کنم، میرم بچه‌هایی که حرف شنم میدن دارن میقرارن و مثل بچه‌های دیگه دنبال برنامه‌های درسشون نیستن چه مشکلاتی دارن. در عده‌ای از این بچه‌ها صرف نظر از اونها که از نظر روابط عاطفی و گرفتاری با روابط با مادر پدر داشتن، عده‌شون دچار ADHD بودن. ADHD attention deficit hyperactivity disorder اسمشه به زبان انگلیسی. به زبان فارسی attention یعنی توجه، کم بودن توجه، deficit، hyperactivity disorder بیقراری بیش از حد، یعنی توجه کم و بیقرار بودن. این دو تا خاصیت ناشی از اختلالات نوروترانسمیتر مغزی است. در اون زمان ما کاملا نمیشناختیم چه نوروترانسمیترهای اختلال پیدا کردن، ولی به عنوان یک مینیمال برین دیزوردر مشخص شده بود و امروز ما میدونیم اون دیزوردر ناشی از سروتونین هست و نورادرنالین احتمالا، و این مواد رو میشه تنظیم کرد با مادهی به نام امفدامین لایک یا استیمولانس، استیمولان های مغزی که هدفشون برقراری تعادل تمرکز به اضافه کم کردن بیقراری. قسمتی از مغز باید بیدار بشه، محرک مغزی ما میدیم که بتونه کنترل کنه رفتار بیقرارانه و پرتحرکی رو. و بچه هایی که این دارو رو من بهشون میدادم که اون موقع متیلفنیدید خیلی متداول بود و الان هم هنوز هست، متیلفنیدید در اسامی به اصطلاح تجارتی مختلفی هست ولی اصل دارو از نظر شیمیایی متیلفنیدید هست، داده میشد به طور معجزه آسایی در رفتار بچه‌ها تاثیر میذاشت. من هفته بعد که میرفتم روانشناس مدرسه به من گزارش میداد که بچه‌هایی که حاضر نبودن 10 دقیقه بشینن تو کلاس درس بخونن الان تو کلاس میشینن تا آخر وقت سر بازی بسکتبال بازی میکنن. خیلی جالبه، مدرسه بود که برای کودکان نابینا درست شده بود و کلاساشون رو من میرفتم بعضی وقتا میدیدم، بسیار جالب بود. اینا رو البته با روش خاصی که آموزش بهشون میدادن در زمین بسکتبال، بچه‌ها وقتی توپ می‌زدن با صدایی که به وجود میومد به وسیله توپ هدایت می‌شدن، توپ رو دنبال می‌کردن تا به اصطلاح اون بسکت برسن و توپ رو به بسکتبال در اون فضا بفرستن و تیمشون برنده بشه از به تیم دیگه. همون بچه‌هایی که بیقرار بودن، هیچ کاری نمی‌تونستن بکنن، در بازی ورزش نمی‌کردن و یا اینکه با بچه‌های دیگه کنار نمی‌اومدن، همونها با خوردن یک قرص در 24 ساعت مرتب فعالیتشون بیشتر میشد و پیشرفت خیلی بیشتری داشتن و موجب به رضایت هم خودشون، خانواده و همچنین مربیانشون شده بود. خب این تجربه سالهای من هست و امروزه متاسفانه سوء استفاده میشه از همین مواد، به جای اینکه استفاده صحیح بشه در خیلی مواقع سوء استفاده میشه، برای اینکه کسانی که این مواد رو مصرف میکنن هدف مصرفشون رو گذاشتن روی اثرات جانبی این دارو که پرتحرک شدنشون و پر انرژی شدنشون و بعضی ها کم شدن وزنشون هست که ناشی از این محرک مغزی ایجاد میشه و این نشانه عدم اطلاع و بی اطلاعی و همچنین سوء استفاده از مواد دارویی که میتونن بسیار مفید باشن ولی در این حال خطرات جنبی هم دارن. به همین دلیل واقعا با نظر پزشک دنبال یه درمان رفتن بسیار میتونه مفید باشه براتون، در این حال بدون نظر پزشک و خود به خود مصرف این مواد میتونه صدمه زننده. و این وظیفه همه ما هست که آگاهیمون رو در سطح بالا نگه داریم و همچنین بتونیم در حد زیادی خودمون و خانوادهمون رو در مسیر سلامت روان هدایت بکنیم. امیدوارم این صحبت‌های من برای شما آموزنده باشه و اگر علاقمند باشید میتونید برای اطلاعات بیشتر با تلفنی که روی صفحه تلویزیون ملاحظه فرمایید با من غیر مستقیم البته تماس بگیرید. منشی من تلفن ها جواب میده، من فرصت جواب دادن تمام تلفن ها که من میشه ندارم، ولی در صورت نیاز منشی من میتونه قرار بذاره شما با من مستقیما با وقت قبلی صحبت بفرمایید. این قسمت از برنامه رو من امروز برای شما شروع کردم، امیدوارم هفته
ها یا هر دو هفته بار باز هم بتونیم این برنامه رو دنبال بکنیم. تا چند لحظه دیگر برمیگردم و مطلبی در رابطه با اعتیاد با شما صحبت خواهم. بینندگان عزیز برنامه خانم دکتر فرشان زینی در رابطه با اعتیاد که من مهمان این برنامه هستم، خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم که بتونم با شما در رابطه با جنبه‌هایی از اعتیاد صحبت بکنم که شاید از دید روانپزشک شما این مطالب رو کمتر شنیده باشید. همینطور که میدونید اعتیاد همینطوری که بارها صحبت شده یه بیماری اجتماعی، روانی و جسمی هست. من این رو برعکس همیشه گفتم که جسمی، روانی، اجتماعی. چرا؟ برای که عده‌ای علاقمند هستن که بیشتر به این عارضه یا این به این رفتار بیمارگونه به عنوان یه عارضه اجتماعی نگاه کنن. خب به هر حال قسمت‌هایی از این مشکل اجتماعی است. شاید قسمت اعظم مشکلاتی که در رابطه با اعتیاد به وجود میاد اجتماعی است. خیلی ها مثال میذارن که در جنگ ویتنام وقتی که عده سربازها برگشتن معتاد بودن به اعتیادهای مختلف از جمله هروئین، عده ترک کردن و این دلیل این هست که این بیماری به علت شرایط جنگ و استرس مشکلات اجتماعی است که در اون زمان این افراد داشتن و وقتی برگشتن به خانه و زندگیشون ترک کرد. خب عده ای تحت تاثیر عوامل محیطی میتونن اعتیاد پیدا کنن ولی اعتیاداتشون ممکنه بسیار سنگین نباشه، زمینه های ارثی وجود نداشته باشه یا اینکه مشکلات عاطفی دوران کودکی و جوانی نداشتن که اعتیاد پیدا کردن، بلکه در همون زمان شرایط اجتماعی موجب شده که اینها گرایش پیدا کردن به ماده ای که در اختیارشون بوده، در دسترس بوده، احتمالاً زیادی مصرف میکردن از اون سربازانی که در جنگ بودن و اونها مصرف کردن، وقتی برگشتن احتیاجی به مصرف اون مواد نداشتن، زندگیشون برگشته به حال عادی و در این حال خوشبختانه صدماتی هم از نظر محیط جنگی پیدا نکردن و اعتیادشون ترک کرد. ولی این دلیل نمیشه که همه کسانی که اعتیاد پیدا میکنن تحت تاثیر عوامل محیطی فقط اعتیاد پیدا میکنن. این سرپوشی نباید باشه برای شناخت اعتیاد که جنبه های بسیار مختلفی داره، از جمله جنبه های روانی، اختلالات و مشکلاتی که در دوران کودکی پیدا میشه، صدمات روانی PTSD که ناشی از صدمات بسیار شدید دوران کودکی است، صدمات جنسی، صدمات جسمی، صدمات روانی که کودکان میخورن و بعداً شخصیت اونها رو متزلزل میکنه که مضطربن، ناراحتن، زود افسرده میشن، نگران میشن، برای تصمیم گرفتن مشکلات دارن و اینها وقتی که میرن به دبستان یا دبیرستان مواد مخدری که در اختیارشون گذاشته میشه یکی دو بار ممکنه تفریحی یا با کنجکاوی مصرف بکنن، بعد میبینن که تغییراتی در حالاتشون ایجاد شده و دوست دارن اون حالات رو ادامه بدن و به این ترتیب به طرف اعتیاد میرن و چه بسا خیلی با سرعت زیاد اونایی که زمینه مستعد دارن معتاد میشن. و ایده مثلا که این عواملش نیست، نه عوامل اجتماعی است، نه عوامل خانوادگی و عاطفی دوران کودکی است، بلکه یه تجربه پزشکی پیدا می‌کنه، به دندانپزشک مراجعه می‌کنه، دندانپزشک دندان اون رو درست می‌کنه ولی متوجه هست که در نتیجه این درمان یه مقدار درد خواهد داشت، بهش یه تعدادی قرص وایکودن میده که اگر درد داشته این قرص رو مصرف کنه. آره اتفاق افتاده. شخصی که مراجعه کرده به من به خاطر اعتیاد سنگین به قرص‌های ضد درد از جمله ترکیبات تریاک که وایکودن هم یکی از اونهاست گفته که من با این دارو اصلا آشنایی نداشتم ولی که دندانپزشک من به من نسخه داد و بعد از اون نسخه احساس کردم که این دوا به من کمک میکنه، هم
دردمو ساکت میکنه، خوابم بهتر میکنه، آرامشم بهم میده. در چه بعد از اینکه قرص نسخم تموم شد رفتم دوباره تو گرفتم و حالا دیگه چون بهم نمیدن میرم از دیگران تهیه میکنم. دیگران منظور از بازار آزاد و بعدم خطر گرفتار شدن قانونی به خاطر مصرف ماده‌ای که از نظر پزشکی دیگه اندیکاسیون مورد نداره بلکه غیر قانونی شخص تهیه کرده. خب به این ترتیب میبینید که شما یه بهانه به دست کسی که استعداد اعتیاد داره ولی هیچ وقت با این استعداد روبرو نشده بوده موجب میشه که اعتیاد پیدا کنه. خب اشکال متفاوت اعتیاد در جامعه هست و خواهد بود. چرا؟ برای اینکه این مواد باز در اختیار همگان هست اگر بخوان برن دنبالش و هیچ وقت هم نباید فکر کرد که اگر یه روزی در جامعه اصلاح بشه هیچ ماده مؤثر اعتیاد آور وجود نداشته باشه من هم اعتیادم ترک میکنم یا اینکه دیگران هم راحت بشن. تقصیر همه رو به گردن جامعه بندازه. باید خودمون رو بشناسیم، زمینه استعداد و خانوادگی رو بشناسیم و بعدم شرایط عاطفی رو ببینیم. اگر هم دچار اعتیاد شدیم وحشت نکنیم، ترس نداشته باشیم، مخفی نکنیم. با مخفی کاری مسئله حل نمیشه. من بارها گفتم فردا خیلی دیر است. یعنی اگر امروز به اعتیادتون با اعتیاد آشنا شدید به فردا منتقل نکنید این مشکل رو، همین امروز اقدام بکنید. شبی نیست که من تلفن‌های نداشته باشم از افرادی که واقعا مستعصل هستن به خاطر اعتیاد یکی از فرزندانشون، یکی از بستگانشون، شوهر نسبت به خانومش نگرانه و خانومی نسبت به شوهرش نگرانه. چون مصرف اعتیاد یک مشکل 24 ساعت است. مشکلی نیست که فقط شخص در موقعی که میخواد تفریح بکنه یه ماده رو مصرف کنه، بلکه برای مصرف اون برنامه ریزی میکنه و وقتی هم مصرف کرد باید آماده باشه برای ساعتهای بعد که باز نیازمند میشه ادامه بده. از بیمارستان دیشب تلفنی داشتم، ساعت دیر وقت شب بود، ساعت نزدیک 12 بود که بیمار رو می‌خواستن فردا بستری کنن ولی بیمار و خانواده اینقدر مستصل بودن که اصرار داشتن که همون موقع بستری بشه به خاطر اینکه چند ساعت بعد میتونست خطرات بیشتری در کمین فرد باشه. چرا؟ ماده مخدرش تمام شده بود و در به در به دنبال یکی میگشت که ماده بهش بده یا اینکه بیمارستان بستری بشه که درمان بشه. چون این موارد حاد رو و شدید هم در کنار اعتیادهای سبک داریم که بعضیا گاهگاهی مواد خاصی رو مصرف میکنن یا اینکه مشروب الکلی مصرف میکنن ولی در یه مسافرت دسترسی ندارن و میتونن کنار بزنن. خب اونم یه نوع اعتیاده، اون یکی شکل دیگه هم که بهتون گفتم یک اعتیاد. تمام این طیف اعتیاد رو اگه نگاه بکنیم از صفر شروع میشه تا صد، همه اینها بیماری است ولی درجاتش فرق میکنه. شما چرا باید با یه بیماری سر و کار پیدا بکنید که بیماری بتونه زندگی شما رو کنترل بکنه؟ کنترل زندگی شما وسیله بیماری، یعنی اسیر اون بیماری شدید. نه تنها شما اسیر هستید بلکه خانواده هم تحت تاثیر اون بیماری صدمه میبینن و همچنین اجتماع به علت نرفتن سر کار، به علت مصرف غیر قانونی مواد و به زندان افتادن و پر کردن تخت‌های زندان، همه اینها یکی بعد از دیگری صدماتی ناشی از اعتیاد در اجتماعات وجود داره. از خودمون شروع کنیم. چرا من اعتیاد پیدا کردم؟ از خودتون سوال بکنیم. چرا من اعتیاد پیدا کردم؟ این چراها رو تنهایی نمیتونه جوابگو باشه، جوابشو پیدا کنیم. چرا؟ برای اینکه یک قسمتی از این دلایل جز دفاعی روانی شماست. انکار کردن یکی از دفاعی روانی همه ماست که در زندگی به کار میبریم. این اتفاق میفته برای دیگری میفته، برای من نمیفته. من با اونا فرق میکنم، من مقاومتم بیشتره، من آگاهیم بیشتره، من قدرت بدنم بیشتره. مگه نمیبینید که من هر وقت سیگار در اختیارم نیست نمیکشم، یکی دو روز اصلا سیگار نمیکشم، ولی وقتی در اختیارم هست پولم تو جیبم هست میرم میخرم میکشم، چون میتونم هر وقت میخوام ترک بکنم. خب از اون شخص شما بپرسید چند وقتی که این عادت رو تکرار میکنید؟ من 10-15 سالی هست که دارم سیگار میکشم. چند تا میکشی؟ 7-8 تا در روز میکشی. خب هیچ وقت فکر کردی که نکشی؟ بله همیشه من فکر نکشیدن میکنم ولی احتیاج ندارم، من از این خوشم میاد. سیگار خوشم میاد
و شما نمیتونید بگید که چرا خوشم میاد، این چرا دست خود من. و وقتی در خلوت میشینید شما از خودتون سوال میکنید چرا از این خوشم میاد، به این نتیجه میرسید که اعتیاد پیدا کردید بهش. اعتیاد به نیکوتین یه اعتیاد خیلی متداول و خیلی هم مشکل. من خودم دوچارش بودم سالهای پیش، خوشبختانه کنار گذاشتم. خب هر کسی به یه شکلی کنار میذاره با آگاهی بیشتر، با خطرات بیشتر مواجه شدن با این اعتیاد، و همچنین هر چقدر شایع‌تر باشه تو جامعه احساس خطر در رابطه با این بیماری خیلی کمتر. چرا؟ برای که همگی این کارو میکنن. یه رفتار همگانی بیماری نیست. شاید اونایی که مصرف نمیکنن بیمار هستن. این سوالش رو از خودتون کردید؟ ممکنه بعضی وقتا با اساتید بپرسید خب اینا که واقعا مصرف نمیکنن نمیدونن مصرف سیگار چقدر لذت بخش. پس بنابراین اونا رو باید تشویق کرد که سیگار بکشن. من همین دیدم تو مدارس اغلب کسایی که سیگار میکشن میاد یه تعارف میکنن، دو دفعه سه دفعه که تعارف کردن کافیه، چرا دفعه 4 و 5 بعد برن بخرن؟ چون نه اون کسی تعارف میکنه حاضر سیگار خودش رو به اون شخص بده مدت طولانی‌تر، و یا اونی که سیگار میکشه کافیه براش، باید بیش از یکی دوتا در اختیار داشته باشه. خب شما ببینید این ترند رو، این روش رو در هر مورد اعتیاد هم میتونید ازش استفاده کنید. پس بنابراین اگر من میگم بیماری اعتیاد بیماری مغزی است، باید بهش توجه کنید که بله به عنوان روانپزشک وظیفه دارم به شما آگاهی کافی بدم، ولی در این حال نمیترسونمتون از اینکه اگر به اعتیاد پیدا کردید درمان نمیشه. درمان شما با جدا شدن از اون ماده اعتیاد، اول آگاهی به بیماریتون و مراجعه کردن به متخصصینی که در این رشته کار میکنن و آگاهی کافی دارن و راهنمایی کافی میتونن بهتون بکنن. برای هر کسی یه روش خاصی میتونه کارایی داشته باشه. برای اول باید شناخت صحیح از بیماری پیدا بکنید، بعد قدم های بعدی رو با برنامه‌ریزی بگذارید. به من اطلاع دادم وقت اون رسیده که تمام هست برای این برنامه. اگر اینطور هست به من اطلاع بدید از اتاق فرمان که وقت ما تمامه، من باید با شما خداحافظی بکنم. تا هفته های آینده که شاید یک هفته در میومد در این استودیو با شما صحبتی داشته باشم، از شما خداحافظی میکنم. آرزو میکنم که برای زندگی بهتر برنامه ریزی کنید و از تعادل روان و خلق و همچنین سلامت بدنی کافی بهره مند بشید. خداحافظ شما.